روز خاکسپاری برادرم شنیدم که بعضیا میگفتن کاش کی به جای وحید محمد رو الان خاک میکردن. وحید لااقل پارش سالم بود. میشد به هیچ کجا نرسم، میشد که با خودم بگم بقیه حق دارم، از من کاری بر نمیاد، فقط سربار خانوادم هم، اونم خانواده پر جمعیتی که پدرش از دست داده. تو این دنیا هیچ کس باورم نداشت، هیچ کس بجز مادرم که مثل کوه پشتم رو گرفت. برام هم مادر بود، هم پدر، هم رفیق. بعد از مرگ پدرم اومدیم به شهر. برای یه نفر با شرایط من کار زیادی وجود نداشت، اما برای یه نفر با انگیزه من چرا؟ هر کاری میشد انجام میدادم. یاد گرفته بودم که باید تلاش کنم، که نباید سربار کسی باشم، که خودم باید خرجم رو در بیارم. تلاش میکردم و منتظر یه اتفاق بودم، یه فرصت. یه روز برای تماشای فوتبال رفته بودم استادیوم آزادی. توی زمین کناری یه ورزشکار معلولی دیدم که داشت تمرین پرتاب نیزی میکرد. همیشه فکر میکردم آدمایی که قهرمان میشن حتما یه چیزی دارن که من ندارم، آشنا، پارتی یا یه توانایی عجیب. اون روز برای اولین بار نیزه رو پرتاب کردم. انگار همه رویای بچگیم تو نیزه بود. یه بازی بود که زمان بچگی خیلی دوستش داشتم. سنگار میچیدیم روی هم، از راه دور با یه سنگ دیگه میزدیمشون. حالا پرتاب نیزه دوباره اون شور بچگی رو توی دلم زنده کرده بود. تمام انگیزه انگار برگشته بود. نیزه توی دست خودم بود، خودم بودم و خودم. اگه کم یا زیاد پرتابش میکردم خودم مسئول بودم، فقط خودم و تلاشم، نه باور بقیه، نه مشکلات زندگیم. هیچ کدوم رو مسافت نیزه تأثیر نداشتن. اگه مشکلات ازم جلوتر بودن، نیزم رو از مشکلات جلوتر مینداختم. باید مینداختم. اگه پاهم مثل بقیه نبود، دستان باید میشدن قوی ترین دستای دنیا. باید می شدن. هر طوری که بود سر کار می رفتم، اما هر طوری که بود بعد کار می رفتم سر تمرین. باید خودم رو قوی تر می کردم. باید انقدر پرتاب می کردم که نیزم برسه به هدف. توی اولین مسابقات کشوریم شدم پنجم، دعوت شدم به تیم ملی. قرار بود اعزام بشیم به مسابقات برون‌مرزی. قرار شد هزینه سفر رو خودمون بدیم تا فدراسیون که نقدینگی نداشت بعداً پول رو بهمون برگردونه. هزینه اعزام میشد 1,900,000 تومان، تقریبا میشد حقوق یک سال من. با سختی پول رو از دوست آشنا قرض کردم. اگر میخواستم حساب دو تا چهار تا بکنم باید قید اعزام رو میزدم. خودم یه دنیا مشکل داشتم، حالا کلی بدهی هم روش. نفر پنجم مسابقات کشوری نهایتاً میشد نفر هشتم نهم جهان. اما من میدونستم که میتونم، ایمان داشتم که میتونم. هر چی که زندگی بهم نداده بود حالا میتونستم به دست بیارم، با تلاش خودم، با دستای خودم توی مسابقات. با وجود این که هیچ کس باور نمی کرد توی اون مسابقات شدم نفر اول جهان. قرار شد سال بعدش اعزام بشم به پارالمپیک لندن. یه قدم به آرزوم نزدیکتر شدم. مسابقه من آخرین مسابقه کاروان ایران بود.
همزمان با من تیم والیبال نشسته توی فینال بازی داشت. همه نگاه ها به اونا بود. از کاروان ایران فقط مربیان همراهم بودن. بهترین های دنیا اونجا بودن. خب کسی باورم نداشت. میگفتن اگه جز 8 نفرم باشم خیلی خوب. نیزه اول رو که انداختم فکر میکردم 40-41 متر رفته. خب خیلی کم بود. اما یهو به خودم اومدم. هنجو یک متر رفته بود. 3 متر بالاتر از رکورد پارالمپیک. اونم تو مسابقاتی که رکوردها سانتیمتری جابجا میشن. حالا نیزم رو از مشکلات جلوتر انداختم. محمد خالوندی شد قهرمان پارالمپیک. حالا که به عقب نگاه میکنم میبینم میشد که بازنده باشم، میشد به هیچ کجا نرسم. اگه نمیرسدم کسی سرزنشم نمیکرد، اما باور کردم که اگه پاهام با بقیه فرق داره دستام باید فرق بکنه. دستام باید بشه قوی ترین دستای دنیا، دستایی که باید برای کشورم طلا بیاره، که پرچم ایرانو بالا ببره. حالا من اینجام. من محمد خالوندی‌ام.